بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام حضور شما بینندگان عزیز و محترم. بعد از ظهر جمعه شما به خیر باشه. از جهت روحی نیاز اونها برای به ثمر رسیدن گل بیشتر از مس هست. یه ضربه دیدنی از احمدی و عکس العمل دیدنی تر از علیرضا صمیمی. ترکیب مس نشد. حالا در بازی برگشت فینال درون دروازه به زمین مسابقه رفته. حالا از دست داده حسنزاده پشت توپ. حرکت حسنزاده به شکل کوتاه، این ضربه و عبور توپ از مقابل دروازه. حسنزاده ضربه رو میزنه، احمدی شوتزن و صمیمی بازم میدرخشه در درون دروازه مثل سنجون برزخان. شجری یه پاس خوب، موقعیت برای مس توی دروازه. گل اول بازی رو خیام به ثمر میرسونه. گل برای مس در فاصله 6 دقیقه به پایان نیمه اول و ضربه که خیام میزنه تا اولین گل بازی رو مس به ثمر رسونده باشه و با خیالی راحت تر به بازی ادامه بده. بازی رفت رو مس 4-3 به پایان برده. با هم این صحنه رو ببینیم. خیام که مقابلش فالکون بود، کنارش زنگ سفیدی، ولی هیچ یک از این دو بازیکن موفق به تسلیم کردن خیام نشدند و او دروازه فالکون رو باز کرد. به گل میرسه. حالا عزتی فرصت برای حسنزاده و بازم صمیمی که خوش میدرخشه در این دیدار در فینال لیگ برتر و اجازه نمیده که این تهدیدات تبدیل گل بشه. یه بار دیگه و بازم دستان صمیمی. حسنزاده حرکت به سمت دروازه صمیمی. حسنزاده به سمت چپ. حالا عزتی، احمدی هم توپ میخواد. عزتی ضربه رو میزنه و گل مساوی به ثمر میرسه. 1-1 مساوی با گلی که عزتی به ثمر میرسونه. موفق به مهار ضربه عزتی نمیشه تا بازی 1-1 بشه. در بین چند مدافع ضربه رو عزتی به توپ میزنه و بازی مساوی میشه. جاوید ضربه رو خودش میزنه و توی دروازه. گل دوم برای مس با ضربه جاوید. مس سنجون 2-1 پیش میفته. جاوید به زیبایی هرچه تمامتر، در حالی که دو نفر از بازیکنان گیتی پسن مقابل این ضربه بودن، دروازه فالکون رو باز میکنه تا نتیجه 2-1 بشه. مس سنجون رو تماشا میکنن. یه موقعیت برای فخیم و ضربه ای که به تیر دروازه فالکون برخورد میکنه. ابتدای نیمه دوم رو عالی از راه میرسه اولادخوباد. موقعیت برای اولادخوباد رو نگه میداره. یه پاس عالی و توی دروازه. گل سوم برای مس. برتر فوتسال 2-3 بازی است و با این شرایط و با این گلی که خیام به ثمر میرسونه، این شرایط برای مس. عباسی سنگ سفیدی صاحب توپ، رو به جلو حرکت میکنه. موقعیت برای حسنزاده و ضربه سر او که به بیرون میره. حرکت عزتی همچنان صاحب توپه به سمت راست. دوباره عزتی با پشت پا عباسی. حالا عالی خط. بازم صمیمی در برگشت. بازم صمیمی با چنگ و دندان. صمیمی هتریک میکنه در مهار کردن تو. عباسی لب خط حرکت میکنه، ضربه رو میزنه توی دروازه. گل برای گیتی پسند. با هم صحنه قبلی رو مرور میکنیم. صحنه ای که با شوت عباسی برای دومین بار گیتی پسند در این مسابقه به گل رسید. حالا توپ گیری، فرصت برای گیتی پسند. موقعیت برای حسنزاده. توپ رو میکاره و تیر دروازه خارج میکنه. فخیم ضربه رو میزنه. یه بار دیگه موقعیت و دروازه خالی که باز نشد. یه برخورد شکل میگیره در زمین گیتی پسند و دوباره صحنه های حاشیه‌ای این بازی مس نزدیک میشن. حسنزاده نگاه میکنه، پاس میندازه، خودش حرکت میکنه، دوباره خودش صاحب توپ شده. موقعیت شوت زنی هم داره، تو سر توپ میزنه. حالا عباسی و صمیمی فوق‌العاده بود در این صحنه. با تک نصیری راه توپ رو میبنده. حالا موقعیت ضد حمله، فرصت برای مس. دروازه خالی که باز نمیشه. موفق نشد. حرکت تند و سریع زده میشه اولادخوباد. فخیم، موقعیت برای فخیم، ضربه رو میزنه و فالکون.
سنگ سفیدی به اطرافش نگاه میکنه، عزتی رو پیدا کرد، دوباره سنگ سفیدی، فرصت برای سنگ سفیدی، ضربه رو میزنه، صمیمی عالی حرکت کرد و خطایی که روی فخیم کاملا مشخص بود. حالا دروازه خالی میتونه توسط جاوید باز بشه، به نظر خطای هند اومد، به نظر خطای هند بود که بعد نظر داور رو ببینیم. اینجا جاوید ضربه رو زد، تبریز سالون پورشریفی و جاوید که ضربه رو میزنه و توپ مهار میشه. این فرصت ایدئال رو مس از دست میده. بسند پنج نفره به خاطر اخراج اولاد قباد بازی میکنه. کنه یه گیتی بسند باید مقاومت کنن. صمیمی فوق‌العاده این کار رو انجام میده. عباسی فرصت برای گیتی بسند، مقابل دروازه خالی و توی دروازه. بالاخره گیتی بسند به گل میرسه و بازی به تساوی کشیده میشه در فاصله 1 دقیقه و 30 ثانیه از پایان این مسابقه. و به این ترتیب دروازه خالی مقابلش بود که برای باز کردن دروازه خالی مشکل خاصی نداشت. گیتی پسند و این هم پایان این مسابقه با نتیجه 3-3 مساوی. یاران مس خواهند بود که در سمت چپ مشخص هستند. سفید پوشان گیتی پسند در سمت راست که تو با فاصله به بیرون رفت. حالا نوبت گیتی پسند هست برای جواب دادن به اون حمله. عباسی ضربه رو میزنه و صمیمی توپ رو مهار میکنه. فخیم توپ میخواد، پاس بلند برای فخیم، ضربه سر فخیم. آخرین بخت مس از دست رفت. سوت پایان مسابقه در اوقات اضافی این دیدار در 6 دقیقه هم که گلی رد و بدل نشد. نصیری حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و گل. حالا ضربه رو سنگ سفیدی میزنه و او هم موفق به باز کردن دروازه حریف میشه. جاوید حرکت میکنه، ضربه رو میزنه توی دروازه. ضربه پنالتی عباسی، حرکت او توی دروازه. تو پس از برخورد به تیر، فرهاد فخیم حرکت میکنه، ضربه رو میزنه، گل. چه شوت محکمی زد. ضربه پنالتی خیلی حساس برای گیتی بسنده که توپم گل میکنه. مس دنبال قهرمانی، ضربه زده میشه، گل. این بار تغییزاده است که ضربه پنالتی مس رو تبدیل به گل میکنه. لیگ برتر فوتسال، رایموندو حرکت میکنه و گل. گل برای گیتی پسند. آقاپور حرکت میکنه، آقاپور و توی دروازه. ضربه او هم تبدیل به گل میشه. صمیمی درون دروازه، عزتی ضربه رو میزنه و توپ گل میشه. شجری حرکت میکنه، شجری ضربهشو گل میکنه. مجبور این توپو گل کنه، چاره دیگه ای نداره. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برمشوری ضربه رو میزنه و قهرمانی مس سنجون ورزخان در لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور. هتریک مس در لیگ برتر با ضربه‌ای که به شکلی جالب نزد برمشوری. مس به این شکل به خاطر سومین قهرمانی متوالی و رکورد شکنی در تعداد قهرمانی در لیگ برتر فوتسال به جشن و شادی و پایکوبی میپردازه. علیرضا افضل و شاگردانش در بازی دوم فینال لیگ برتر فوتسال برابر گیتی پسند در ضربات پنالتی به پیروزی میرسند. در شرایطی که حساسیت این بازی در لحظات انتهایی افزایش پیدا کرد، اشک شوق و شادی در چشمان همه بازیکنان مس و حسرت گیتی پسند